بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام بر شما خوش آمدین به این برنامه خبری نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان چین را محل مناسبی برای انجام مذاکرات بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح آن می‌داند جیمز دابنز می‌گوید که واشنگتن از این ابتکار بجینگ حمایت می‌کند دابنز با اشاره به روابط میان پاکستان و چین افزود که بیجینگ باید از نفوذش بر اسلام آباد برای بسمر نشستن تلاش های سول در افغانستان کار بگیرد از سوی دیگر در حالی که مقامات حکومت افغانستان بارها از سیاست های دوگانه پاکستان در گفتگاه های سول افغانستان انتقاد کردند نماینده ویژه آمریکا اما از تلاش های اسلام آباد در این زمینه تقدیر کرده او در این حال گفته که پاکستانی ها در پی منافع خود هستند برنامه مشارکت جهانی برای آموزش 100 میلیون دلار را برای تقویت آموزش و پرورش دانش آموزان افغان اختصاص داده. وزارت معارف در خبرنامه گفته که این کمک مالی تازه در نشست اخیر برنامه جهانی مشارکت برای تعلیم در واشنگتن اعلام شده است. قرار است این کمک ها در چهل ولسوالی از 13 ولایت کشور عملی شد. وزارت معارف از این ولسوالی نام نبرده اما تصریح کرده که از این پول برای آموزش در نقاطی که شاخص های تعلیم دختران در آن پایین باشد، دسترسی به معارف در آن دشوارتر باشد، محلات دوردست، فقیر و محروم و محلاتی که اوضاع امنیتی آن ناگوار باشد استفاده خواهد شد. در خبرنامه آمده که هدف اصلی این کار این است که حق دسترسی مساعی و معارف در این مناطق تامین شد. وزارت معارف تأکید کرده که در حال تهیه برنامه دقیقی برای اجرای کردن کمک تازه جهانی برای معارف کشور است به خاطر پیشرفت تعلیم و تربیه دانش آموزان کشور به کار گرفته شود گفته شده که این پول برای سالهای 2016 تا 2018 میلادی در نظر گرفته شده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که مذاکرات کشورش با آمریکا تنها درباره مسائل مربوط به برنامه هسته ایران است دور دیگر از گفتگاه های هسته میان ایران و گروه پنج یک چهارشنبه این هفته در جنوا آغاز می شود و وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز در آن شرکت می ظریف گفته او به چند کشور اروپایی نیز سفر می کند و با وزیران خارجه کشورهای چین و روسیه نیز درباره مسائل هسته ایران گفتگو خواهد کرد. ظریف گزارش مجله آلمانی اشپگل در مورد کمک ایران به دولت سوریه در مورد ساخت بمب هسته‌ای را رد کرده و گفته که ادعای مضحک این نشریه آلمانی تلاش است برای ایجاد ترس از برنامه هستی ایران در سطح بین المللی حمله بر دفتر یک مجله تنز در فرانسه واکنش های گسترده جهانی را در پی داشته اما این واکنش در ولایت اورزگان به گونه دیگر بوده صدها نفر از مردم اورزگان در یک راهپیمایی اعتراضی از حمله کنندگان بر دفتر این مجله ستایش کرده و دو نفری را که در این حمله دست داشتند غازی و شهید خواندند معترضان اروزگانی از رئیس جمهور اشرف غنی هم انتقاد کرده و گفتند که نباید ریاست جمهوری این حمله را محکوم میکرد. عبید الله بارکزای نماینده روزگان در مجلس نیز نظر موافق با معترضان دارد او میگه چه ضرور داشت که مسئولان این مجله به پیامبر اسلام توهین میکردند به با گفته وی این مجله بارها به با پیامبر اسلام توهین کرده و ما این اهانت را محکوم میکنیم شمار دیگری از رهبران جهان اسلام نیز با برخورد محتاطانه با این حمله اهانت به اسلام و مقدسات اسلامی از را از پیامدها و تبات چنین حملاتی میدانند و با باور آنان آزادی بیان باید در چارچوب احترام به ارزش ها و مقدساتی باشد که صدها میلیون انسان پیرو دارند بر اساس یک گزارش تحقیقاتی تازه افغانستان در رده هفتم کشورهای قرار دارد که از شاخص بالای آسیب پذیری و شکنندگی برخوردارند فشارهای ناشی از افزایش جمعیت، مهاجرت و بیجاشدگان داخلی، نارضایتی عمومی، فرار جمعیت، توسعه نامتوازن، عدم مشروعیت حکومت، نبود خدمات عمومی، حاکم نبودن قانون، ناامنی، دستبندی جناهی و دخالت خارجی ها از جمله شاخص های این تحقیق بوده. در میان کشورهایی که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته، سودان جنوبی در رتبه نخست و در دسته زنگ خطر بسیار زیاد قرار گرفته و شکننده, ترین آسیب پذیرترین کشور جان شناخته شده. پس از آن کشورهای سومالیا، جمهوری افریقای مرکزی، کانگو و سودان قرار دارند. یافته های صندوق نشان میده است که افغانستان هم در دستی زنگ خطر بالا در کنار کشورهایی چون چاد، یمن، هایتی، پاکستان، زیمبابوه، گینه، عراق، گوتتی آیرو سوریه و گینابیسا او قرار دارد بر پایه این تحقیق در سال 2014 فنلاند تنها کشوری است که در دستای کشورهای بسیار پایدار دیده می شد و بعد از آن هالند، اتریش، کانادا، استرالیا، ایرلند، ایسلند، لوکزامبورگ، نیوزلند، سوئیس، نروژ، دانمارک و سویدن هم با ضریب آسیب پذیری بسیار ناچیز گزارش شدند راهپیمایی اتحاد در واکنش به حملات اخیر فرانسه با شرکت بیش از یک میلیون نفر در پاریس برگزار شد. حکومت فرانسه این راهپیمایی را بزرگترین گرده همایی در تاریخ این کشور خوانده. سران بیش از چهل کشور در این تظاهرات حضور داشتند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که خود از سرکرده های تروریسم بین‌المللی به شمار می‌رود نیز در این راهپیمایی حضور داشت. رژیم اسرائیل با کشتار فلسطینیان و جنایت های که در فلسطین اشغال مرتکب شده متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت است اما سرکرده این رژیم در تظاهرات ضد تروریسم در فرانسه شرکت کرد که با واکنش تند مجامعه بین روبرو شده بر اساس گزارش ها فضای میدان جمهوری در پاریس جایی که راهپیمایی در آنجا برگزار شد احساسی بود و روی بعضی تابلوها نوشته شده بود مسلمان یهودی مسیحی ما کنار هم هستیم حدود دو هزار مامور پلیس و 1350 و و سرباز برای تامین امنیت شرکت کنندگان در این راه پیمایی موظف شده بودند. کودکان، زنان، مردان، سالمندان و گروه های مختلف در این راه شرکت کردند. بعضی از شرکت کنندگان از ملیت ها و قومیت های مختلف هندی، فرانسوی و ایتالیایی که در تظاهرات حضور داشتند و خبرنگاران گفتند که برای نشان دادن اتحاد در این راهپیمایی شرکت کردند. برای اولین بار یک زن در انتخابات ریاست جمهوری کراسی برنده شد خانم کولیندا گرابار کیتارویچ با کسب بیش از 50 درصد آرا و با فاصله کمی از رقیبش در انتخابات پیروز شدند. کیتاروویچ 46 ساله از حزب محافظه کار دموکراتیک کرواسی است که بیش از 20 سال قبل این کشور را به طرف استقلال سوق داد. او قبلا وزیر امور خارجه بود و مدتی هم دستیار دبیرکل ناتو. کرواسی در سال 2013 عضو اتحادیه اروپا شد و میزان بیکاری در آن 20 درصد گزارش شده. گزارش ها از شمال شرقی نیجریه حکایت از وقوع انفجار دو بم در یک بازار شلوغ فروش موبایل در شهر بوتیسکوم در ایالت یوب دارند با گزارش شاهدان عینی این دو بم دیروز و در جریان دو عملیات انتحاری جداگانه منفجر شدند به گفته شاهدان عاملان این دو عملیات دو زن جوان یا حتی احتمالا دو کودک بودند هنوز تعداد کشته شدگان و زخمی های این دو انفجار مشخص نشده روز شنبه نیز در پای انفجار بمبی در مرکز خریدی در شمال شرقی این کشور دست کم 19 نفر کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند به گفته پلیس این بم ها که در شهر مایدوگوری در ایالت برنو منفجر شد به بدن یک دختر بسته شده بود هنوز گروهی مسئولیت حمله های اخیر را بر عهده نگرفته با این حال خبرنگاران میگویند که تمام نشان ها حاکی از دست داشتن گروه بوکو حرام در این حملات است این گروه پیکارجو در پنج سال گذشته برای برقراری آنچه که خلافت اسلامی میخوانند در حال جنگ بودند مقامات حکومت جدید سریلانکا گفتند که گزارش ها درباره تلاش برای کودتا از سوی ماهیندرا راجا پاکسرا رئیس جمهوری سابق را پس از انتخابات روز جمعه بررسی می کنند. مالگلا سامارا یکی از مشاوران رئیس جمهوری منتخب در جمع خبرنگاران گفته که مردم فکر میکنند که انتقال قدرت مسالمت آمیز بوده اما اینطور نبوده آقای ساماراویرا گفته که رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات در حقیقت تلاش داشت تا فرماندهان ارتش و پلیس را برای کمک به باقی ماندنش بر سر قدرت تشویق کند و در صورت ضرورت از قوی قهری استفاده کند این مشاور رئیس جمهوری منتخب سریلانکا همچنین گفته که آقای راجا پاکسه تنها پس از آن که فرمانده ارتش و رئیس کل بازرسی پلیس با وی مخالفت کردند شکست را پذیرفت سخنگوی آقای راجا پاکسا این ادعاها را بیاساس اساس خونده. در همین حال سخنگوی ارتش سریلانکا هم به خبرگزاری فرانسه گفته که وی از تلاش برای کودتا اطلاعی ندارد بینندگان و شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان را